امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که همراه من هستند و همینطور همزمان افشین شاهی همراه ماست، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه کیل انگلستان از لندن. 24 ساعت گذشته، تقریبا کمی بیشتر، شاید 26 ساعت از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل. آقای شاهی، جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل به همین دلیل به همین سرعت برگزار شد، چطور ارزیابی کردید این جلسه؟ سلام و وقت شما بخیر. ببینید، حتی قبل از آغاز رسمی این نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل، ما میتونستیم تقریبا یک تصویر واضحی از موضع‌گیری های احتمالی کشورها داشته باشیم. همینطور که انتظارش میرفت، ما شاهد یک سری انتقادات شدید و لحنی از کشورهای ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا علیه اقدام اخیر جمهوری اسلامی بودیم. اما موضع چین به گمان من تا اندازه زیادی قابل تأمل هست. ما می‌دونیم که در دو دهه گذشته این به اصطلاح گفتمان نگاه به شرق رهبر جمهوری اسلامی، چین و روسیه رو در یک جایگاه بسیار، حتی میشه گفت مقدس، قرار داده که برای جمهوری اسلامی همیشه قابل اتکا خواهد بود. اما موضع امشب چین در این نشست اضطراری به گمان من بسیار محافظه‌کارانه بود و بدون شک آن چیزی نبود که مقامات در تهران انتظار داشتند. اما موضع نماینده روسیه، همینطور که امروز هم انتظارش می رفت و با توجه به موضع‌گیری های رسمی که روسیه در 24 ساعت گذشته نشان داده بود، به شکلی اون مواضع جمهوری اسلامی رو برجسته کرد و انتقادات رو کم و بیش به طرف اسرائیل معطوف کرد. گردم به آقای معماریان. آقای معماریان، خیلی مایلم نظر شما رو در رابطه با صحبت‌هایی که از سوی نماینده ایالات متحده شنیدی بشنوم و همینطور نمایندگان فرانسه و بریتانیا. چطور دیدید نظرات اونها رو؟ این سال‌ها پشت همون اون مکان شورای امنیت حضور داشتم، گزارشگری کردم و در خصوص اینکه مکانیزم شکل‌گیری این جلسات چی است و نتیجه‌گیریشون چی است، در واقع خیلی همیشه دقیق بودم نسبت به اینکه افراد چه چیزی رو مطرح میکنن و چه چیزی رو مطرح نمیکنن. اون چیزی که امروز به نظر من اونجا خیلی مهم بود، مسائلی بود که مطرح نشد و در واقع میشه گفتش که نمایندگان آمریکا، نمایندگان فرانسه و انگلیس خیلی احتیاط داشتن در خصوص اینکه چه کار میخوان بکنن و تهدیداتی که ممکنه علیه جمهوری اسلامی مطرح بکنن و بنابراین از این جهت به نظر من خیلی مهم بود که علارغم اینکه ایالات متحده، فرانسه، انگلستان خیلی مشخص است که میخوان بگن که ما حمایت سیاسی قدرتمندی رو از اسرائیل به عمل میاریم، ولی در عین حال خیلی حواسشون بود که تهدیداتی رو مطرح نکنن که تهدیدآمیز باشه یا برن به سمت اقداماتی که این اقدامات در واقع بتونه که یک مثلا قول بدن برای تحریم های مسائل دیگه که به هر حال بار حقوقی یا به هر حال سیاسی قوی داره با توجه به به هر حال روابط اون ارتباطاتی که بین ایالات متحده و ایران در طی روزهای گذشته بوده و ما میدونیم که مقامات جمهوری اسلامی به مقامات آمریکایی گفته بودن که ابعاد این حملات چجور. برای این مسئله خیلی مهم است که چه چیزهایی گفته نشد. درست هستش که در این جلسه ایالات متحده، انگلستان، فرانسه خواستن نشون بدن که حمایت سیاسی زیادی از اسرائیل میکنن، ولی قولی در خصوص مسائل مختلف که چیکار بخوام بکنن ندادن. مسئله که اینجا وجود داشت، مسئله چین و به نظر من روسیه بسیار مهم هست. هر کسی که این اثر دیده باشه، در واقع از نظر اینکه روسیه و چینی مسئله رو چجوری می‌بینن، به نظر من براشون مهم خواهد بود و اینکه روسیه و چین در واقع اینجوری می‌دیدن که اسرائیل یه کاری کرده، ایران جوابش داده و بعد تموم بشه بره و دیگه بعد
از این نباید پیگیری بشه. بنابراین از نظر روسیه و چین این به هر حال رفت و برگشتی بوده که دیگه لازم نیستش که بابتش اقدامی انجام شه و چیزی رو یعنی پیشنهاد ندادن، در خصوص اینکه مثلا قبل از این اتفاق بیفته در که نماینده مثلا اسرائیل گفتش که باید تحریم بشه ایران یا اون مکانیزم ماشه فعال بشه و کلی پیشنهاد که در خصوص اینکه بعد خاطر اینکه ایران این حمله رو انجام داده چه کاری باید کرد. من میخوام بگم که این نکته خیلی مهم هستش که برای من خیلی جالب بود که توجه کنم که آیا ایالات متحده، فرانسه، انگلیس پیشنهاداتی رو مطرح میکنن که در این خصوص به نظر من خیلی کلی بودن، مشخص هستش که فقط میخوان که یک جوری اسرائیل رو متقاعد بکنن که ما در سطح جهانی از شما حمایت میکنیم، پوشش سیاسی ایجاد میکنیم، ولی انتظار نداشته باشین که مثلا ما از اینجا به بعد به خاطر اقدامات که ایران انجام داده بخوام که اقدامات محسوسی رو الان صورت بدیم، مگر اینکه بخواد خود ایالات متحده به صورت جداگونه مثلا تحریمای رو علیه ایران مطرح بکنه یا اینکه بخواد به صورت جداگونه اقداماتی رو انجام بده که الان به هر حال در این جلسه ما نمیتونستیم که جزئیاتی از این نوع تحرکات رو ببینیم. ممنونم شما آقای معماری.